بدون هیچ دفاعیه‌ای. بعدم بعد از حدودا یکی دو ماه هم به 5 سال زندان محکوم شدم که اون روز تو اون بحبوحه اعدام وقتی حکممو گرفتم و برگشتم برای من شادترین روز زندگیم بود. یعنی ما وقتی بچه ها 5 سال، 10 سال، 12 سال حکم میگرفتن جشن میگرفتیم که اعدام فقط نمیشه. وقتی با خوشحالی به پدر مادرم تو ملاقات گفتم که حکم گرفتم داغون شدن. یعنی من بچه اول خانوادم بودم، پدر مادرم خیلی جوان بودم، ولی من شاید به فاصله 6 ماه پیر شدن کامل بابامو دیدم. یعنی تمام موهاش به یک بار سفید شد. تعجب میکرد دختر تو چرا میخندی، چرا اینقدر شادی، ولی واقعا نمیشد برای پدر مادر و سقاوتی که این ور بود و تعریف کرد و گفت چرا من خوشحالم. یکی از اشکال نمایش اسلامی ایرانی پرده‌داری. داستان‌های پرده‌داری عمدتاً مربوط به خانواده پیغمبر اسلام و همونطور که می‌دونید طبعاً تراژیک. صحنه‌ها و قهرمانان اصلی این داستان‌ها در مرکز پرده‌ای به اندازه تقریباً 2 در 3 متر نقاشی شده. در اطراف داستان مرکزی صحنه‌هایی از داستان‌های ظاهراً فرعی دیگری نقاشی شده که مربوط به بهشت، دوزخ، مجلس مختار، بارگاه یزید، داستان علی و جوانمرد قصاب و حوادث دیگر است. یکی از داستان‌های مهم پرده‌داری داستان مجلس مختاره. مختار کسی است که انتقام خون شهدای کربلا و امام حسین رو میگیره و به اصطلاح اشقیا رو به دست عدالت میسپاره. شیوه هایی که مختار برای اجرای عدالت در مورد اشقیا به کار برده بیشتر شبیه کابوس هستند تا واقعیت. اشکال شکنجه و روش های کشتن این محکومین مو بر اندام آدمی راست میکنه. روش هایی مثل روغن داغ در حلق ریختن، شمع آجیل کردن، انسان زنده را در دیگ آب جوش پختن و از این قبیل. وحشتناکترین این دوران شکنجه بود به نام قبرها، تابوتها. من حدوداً 6 ماه تو تابوت ها بودم. این خیلی فرق داشت با انفرادی های معمولی. انفرادی معمولی وقتی مینداختنت همه مسئله جدایی از بچه ها بود، کوچیکی جات بود، نداشتن هواخوریت بود، نداشتن ملاقاتت بود، ولی آزادی های فردی تو داشتی. یعنی آزادی های آزادی بر قرائز تو داشتی. یعنی میتونستی هر موقع دلت بخواد آب بخوری، هر موقع دلت بخواد دستشویی بری، دلت بخواد ورزش بکنی تو همون جای کوچیک، دلت بخواد یک زمزمه یک آواز رو بخونی، یه شعر رو برای خودت بخونی، با یه سنگ روی دیوار یه نقاشی بکشی. ولی از نظر من شکنجه‌ای که توی تابوت‌ها در قزلحصار شد وحشیانه ترین شکنجه بود که بیشه تو تاریخ ثبتش کرد. فقط من یادم توابا خیلی خوشحال بودن چون میگفتن یه جایی درست کردن، همون جواب قبرا رو میگفتن، که میگفتن هر کی میره توش یه آدم دیگه میشه. تو بند ما میگفتن میگن دیگه اون هویت قبلیشو دیگه نداره، مسلمون میشه. بعد این نگرانی شدیدی توی ما ایجاد کرده بود، چون من فقط یادم میاد با یه دختری از اون جواب یکی بچه رو آوردن توی بند که دوستای قدیمیش که نمیدونستن که این چه تغییری کرده، اینو عمدن حاجی داوود آورده بود توی بند که بسا دوزاری بچه ها بیفته که چه خبر اینجا. بعد این که اومد تو بند، بچه ها که دویدن طرفش ببوستنش و بعد مدت ها میدن، من یادم میاد که خودشو کشید عقب، گفت به من دست نزنید، من خیلی آدم کثیفی شدم. که بعد دوستش گفت منظور چیه آدم کثیف شدی؟ گفت الان، یعنی الان شما حرف بزنید، هرچی من میرم گزارش میدم، خواهش میکنم جلو من حرف نزنید.
من یه آدم دیگه شدم. من توی گوهردش بودم که این خبر بهم رسید و گفتن که یه همچین جبههایی هستش و من شرایط اوینو چون دیده بودم وقتی بهم گفتن تخت و اینجوری یه کمی میتونستم تصور کنم که چه جوریه، ولی به هر حال خیلی شرایط دشواری بود. شرایطی هم که توی گوهردش بود چندان آسان‌تر نبود، ولی اینکه فکر میکنم اونا شرط دشواری رو گذاندن به دلیل اینکه توی انفرادی آدم خودشه و به هر حال خودش میدونه که تا چه حد میمونه تا چه حد نمیمونه، اما اونجا چون جمعی بود و وقتی که تو ببینی رفیق کنار دستیت تا لحظه قبل فکر میکردی پلوت نشسته، صداش از بلندگو میشنیدی و یا اون صدای قرآنو که پخش میکردن و تمام حسا رو میخواستن ازت بگیرن، یعنی یه جوری که خودت خودتو قبول نداشتی بشه به عنوان انسان و میخواستن که انسانیت رو در تو بکشن، این واقعا فکر میکنم بدترین شکنجه است. به همون یه روز گفت یک تختایی براتون درست میکنم که اینجور اذیت نشین، هر کسی تو تخت خودش کاملا راحت میخوابه بدون اینکه دیگه مزاحم کسی بشه. اینا براتون یک تختای درست کرد و ما نمیدونستیم، ولی تخت برای خوابیدن نبود بلکه برای شکنجه بود. و من به اعتقاد من زمانی که ما اونجا بودیم از تمامی دریافتهای حسی ما محروم بودیم، طوری که یعنی حواس دیدن، شنیدن، لمس کردن و خب رفتار انسان در تاثیر پذیری از پیرامون اطرافش و تحت تاثیر عکس العمل دیگران شکل میگیره. ما در جایی دقیقاً به اندازه یک قبر ماها زندگی کردیم، با چشمند، چادر، روسری، بدون اینکه اجازه خوابیدن تو روز رو داشته باشیم، اجازه راه رفتن داشته باشیم، اجازه تکون دادن دست و پامون رو داشته باشیم. روزی 3 بار دستشویی بود، اگر شب تا صبح به خودت میپیچیدی سخت‌تر از شکنجه‌های فیزیکی این دوران شکنجه روحی بود که وسیله حاجی رو ما اعمال می‌شد. این دقیقاً برنامه ریزی شده بود. از صبح که بلند می‌شدیم نوارای قرآن بود که برامون گذاشته می‌شد با صدای فوق‌العاده زیاد، یعنی حتی یک نواری که دوست داری با آهنگ اینو به طور مداوم با صدای بلند یه جای گوشت خسته می‌شه دیگه، ولی این دقیقا حالت شکنجه رو داشت با صدای فوق‌العاده زیاد. نوارا گذاشته می شد، نوارا قطع می شد، مصاحبه بچه هایی که واقعا داغون شده بودن، به معنای واقعی شکسته شده بود، مصاحبه این بچه ها گذاشته می شد،